در تهران به دنیا اومدم، در یک خانواده بهایی. تو یک خانواده پنج نفره به دنیا اومدم، بهایی. بچه اول خانواده و دو برادر هم دارم. من پنجمین نفر هستم. من تحصیلات علمیم در ایران تا مرحله دیپلم دبیرستان هست، ولی بعد از اون متاسفانه چون اجازه ادامه تحصیل به خاطر دیانتمون نداشتیم تا همون حد متوقف شد و به همون خاطر در معارف امری هم شرکت کردم و معارف کتابخانی. در ایران امکانات تحصیلی بعد از انقلاب وجود نداشت، بنابراین من به کار و حرفه فیلمبرداری و عکاسی رو آوردم تا سال 2003 که به آمریکا مهاجرت کردیم. الان راننده کامیون هستم در آمریکا. 34 سال پیش ازدواج کردیم. صاحب 3 فرزند هستیم، 1 پسر و 2 دختر. پسرمون 32 سالش هست، دخترمون 26 و دختر کوچیکمون 18 سالش هست. فعالیت هایی که اون زمان از طریق خانواده ما بود و ما سعی می کردیم که اون شرکت بکنیم و تأثیراتش رو هنوز هم میبینم، شرکت ما در کلاس های درس اخلاق بهایی بود که برنامه های تربیتی و روحانی بود و از لحاظ هم روحانی و هم مسائل انسانی خیلی به ما کمک می کرد در رشد و تربیت ما. من توی خانواده‌ای که از نظر وضعیت اقتصادی پایین بود و در سطح متوسط پایین بود به دنیا آمدیم، بیشترین چیزی که در تربیت ما تأثیر می‌کرد رفتار پدرم بود که خیلی سخت کوش بود، خیلی سخت کار می‌کرد. مادرم خیلی سخت کوش بود برای اینکه هم کارهای خونه رو انجام می‌داد و هم کمک به پدرم می‌کرد. از طرف دیگه معاشرت ما با خانواده‌ها و دوستانی که پدر مادرم میشناختند و همراه بودن با اونها خیلی میتونست کمک بکنه در نوع تربیت ما و آشنا شدنمون با دیگران. ما رو برای مسائل امری و دریافت مطالب امری به درس اخلاق میفرستادن. حتما احتفالات نوجوانان خیلی اهمیت داشت برای خانواده که ما رو بفرستن بعد از ظهرهای جمعه. همیشه در تیم‌های مختلف ورزشی شرکت میکردم، به خصوص تیم والیبال بود و تیم هندبال بود و خب پدر مادرم همیشه خیلی ساپورت هم میکردن، ولی خب متاسفانه تمام این فعالیت ها بعد از گرفتن دیپلم و تموم شدن دبیرستان تموم شد. من کلاس کاراته میرفتم و تا کمربند سبز کاراته رو هم گرفتم، ولی خب بعد از انقلاب به دلیل کلاس ها تبدیل شد به کلاس هایی که مربوط به ارگان های نظامی بود، دیگه ما رو راه ندادند. بله، اینا خیلی مؤثر بوده، کما اینکه من هنوز هم خیلی سخت کار میکنم، تلاش میکنم که خانواده رو ساپورت بکنم. همیشه به خودم این قول رو دادم که هیچ وقت نگذارم خانواده مجددا به اون وضعیت بیفتن. من در زمان نوجوانی و اوائل جوانیم بود که انقلاب و این مسائل پیش اومده بود، بنابراین خیلی فعالیت ها بود دوست داشتم انجام بدم، خیلی دوست داشتم با دوستا و همکلاسیام بیرون برم، ولی خب خانواده‌ام به خاطر سیف نبودن شرایط به من اجازه رو نمیدادن. در دوران نوجوانی آدم دلش میخواد که بیشتر بازی بکنه، شلوغ باشه. تو کوچه میرفتیم با بچه‌ها فوتبال بازی میکردیم یا دوچرخه سواری. خب من که دوچرخه شخصی نداشتم، پدرم یه دوچرخه داشت که باش میرفت سر کار رو برمیگشت. من بعض وقتی که اون خواب بود دوچرخش رو برمیداشتم میرفتم تو کوچه بازی میکردم، ولی مادرم فوری میمد منو پیدا میکرد برم میگردون. بنابراین خیلی دلش نمیخواست که ما توی کوچه بازی بکنیم. خیلی خیلی دوست داشتم دوچرخه سواری کردن، موتور سواری کردن که اصلا اصلا فکرش هم نمیتونستیم بکنیم. شاید منطقی بوده، ولی من هنوزم احساس میکنم که اگر که این فشار نمیوردن، اگر که جد نمیکنم، من میخواستم همش بیرون باشم. کما اینکه دو سه موردم شد که من صدمه خیلی شدیدی خوردم، بعد فهمیدم خب اگه حرف برادرم یا مادرم گوش کرده بودم شاید اینجوری نمی‌شدم. بسیاری از این محدودیت‌ها رو قبل از اینکه خانواده ما رو محدود بکنه، جامعه ما رو محدود کرده بود.
اگر زمانی مشکل خاصی داشتم اول با پدرم در میون میذاشتم و بعدم با مادرم. بعد از اینکه با اونها مشورتی میکردم، صحبتی میکردم، بیشتر خودم همراه خودم در تنهایی مشکلمو حل میکردم. مشورت با پدر مادرم هم خوب بود، ولی معمولا، حالا متاسفانه یا خوشبختانه، بیشتر باید بگم متاسفانه، خیلی با کسی مشورت نمیکردم. وقتی که آدم توی اون زمان فکر میکنه، مثلا 45 سال پیش رو یا فکر کنی 47 سال پیش رو، خیلی چیزا به نظر آدم میاد که خب این همینه که هست، اگه من ناراحتم پس باید باشم. سعی میکردم که به مرور زمان یا خودمون رو وفق بدیم با اون شرایط، یا اینه که تحملش بکنیم، میگیم که این یه چیزی بوده که اتفاق افتاده دیگه، شده دیگه. خیلی با خانواده، با پدر و مادرم به خصوص، چون که تفاوت سنمون خیلی زیاد بود، درمیون نمیذاشتم، برای اینکه فکر میکردم شاید عواقبش بیشتر از حالا باشه. چون که ما یه چیزی اتفاقی هم که میافتاد، خب بیشتر توبیخمون میکردن تا اینکه آرامشمون بدن. خب این سیستم قدیم بود دیگه، هیچ کاریش هم نمیشه. فکر میکنم بزرگترین چیزی رو که اول باید در وجود بچه ها ایجاد کرد اون عشق و محبت هست نسبت به همدیگه، نسبت به اعضای خانوادهشون، و بعد گسترده تر نسبت به اعضای جامعهشون. اگر که با یه مانعی سر زندگیتون برخورد کردید، هیچ وقت گیواب نکنید. من همیشه به بچه هم گفتم که تلاش و زحمت و کوشش رو آدم باید از مورچه یاد بگیره. مورچه‌ای که ده ها بار تلاش میکنه تا این دونه رو به خونش برسونه و آخرش میرسونه، بارها و بارها میخوره زمین ولی بازم میرسونه. ما اول سعی کردیم که تو محیط خانوادهمون، محیط زندگیمون، اولین عشق و محبت رو بین همدیگه داشته باشیم، و وقتی بچه ها این رو بین ما میبینند، مسلماً رو اونام تأثیر میذاره. اگر بالاخره بین هر زن و شوهری اختلافی، مشکلی هم پیش میاد، هیچ وقت سعی نکردیم جلوی بچه هامون این اختلاف رو نشون بدیم و یا جلوی اونها بخوایم اینو حل بکنیم. ما حتی در ایران هم که بودیم، یه وقت مثلا یه مسئله پیش میومد، نکته رو میخواستیم به بچه ها بگیم، هفته یک بار یا دو هفته یک بار یه جمع شور خانوادگی میگرفتیم چند نفری و در مورد بعضی از مسائل با هم مشورت میکردیم و خیلی هم موفق بود، خیلی هم خوب بود. این یکی از راه‌هایی بود که فکر میکردیم بتونیم به هدفمون برسیم. چیزایی رو که در زمینه خانواده بوده و چیزایی رو که در زمینه مسائلی بوده که ما در جامعه باهایی یاد گرفتیم و با اون رشد کردیم، خیلی خیلی تونسته در تربیت بچه‌هامون مؤثر باشه. یعنی وقتی که بتونیم با توجه به اون چه که یاد گرفتیم، محیط زندگی رو که ایجاد می‌کنیم برای بچه‌ها مملو از عشق و محبت و آرامش باشه، این بچه‌ها همیشه احساس امنیت می‌کنن و هر مشکلی هم که براشون پیش میاد، اولین کسایی که باش مشورت می‌کنن پدر مادرشون هستن. خب البته اونا فاندیشن پایه و اساس بوده، ولی همینجور خودمون تجرباتی که در زندگی داشتیم، اون روابطی که با هم داشتیم، اون جلسات شوری که میگرفتیم، همه اینا باعث شد که هم خودمون ساخته بشیم، هم خودمون تجربه بیشتری در رابطه با تربیت فرزند پیدا بکنیم برای بچه‌های بعدیمون، و همین که کمک بکنه که بچه‌هامون بیشتر و موفق‌تر در این راه قدم بردارن. بزرگترین چالشی که من فکر می‌کنم ما در این چند سال داشتیم، تفاوت فرهنگ و تفاوت زبانه. این خیلی خیلی تأثیر بزرگی میذاره در افرادی که مهاجرت میکنن و بچه هاشون اینجا بزرگ میشن با زبان اینجا، با فرهنگ اینجا. خیلی مهمه و خیلی سخته که تو بتونی شرایطی رو ایجاد بکنی که اون بچه هایی رو که میخوای تربیت بکنی. بنابراین تفاهم بین زن و شوهر اولین اصل کلیدی است که واقعا حرفشون با هم یکی باشه، عملکردشون با هم یکی باشه،
فکر نکنیم که ما همه چیزو میدونیم و یا اون چیزی رو که باش بزرگ شدیم این دیگه پرفکت و 100% بوده. خیلی از چیزها رو باید از بچه‌هامون یاد بگیریم. در دنیای متمدن امروزی من فکر میکنم از لحاظ تجربی و زندگی که ما گذشته داشتیم ما معلمای اونا هستیم و به اونها نصایحی رو میکنیم، ولی از لحاظ زندگی و تمدن فعلی و چالش هایی که وجود داره بچه ها به ما کمک میکنن. در دوران کودکی با بچه ها همیشه از اونجا ما شروع کردیم که هر وقت یه مشکلی پیش میمد یه کرکتری بچه ها داشتن که من براشون با اون یه قصه میگفتم. مثلا یه خرگوشی بود به نام پشمالو، بعد بچه دوم اون که به دنیا اومد شد قهوه‌ای. هر نکته تربیتی رو که میخواستیم بگیم مثلا با دست غذا ور ندار میگفتم آره پشمالو هم یه دفعه همچی کاری کرده بود اینجوری شد و نهایتا به یه نتیجه میرسیدیم که هم اون کار رو انجام نده، هم به پدر و مادرش احترام بذاره و هم این نقش عشق و محبتی رو که شما فرمودید ژیلا گفت به اون نتیجه برسیم. تا بچه ها تا حتی تا یه سنی این کاراکتر رو وجود داشت. ما همیشه سر غذا یا شب این چیزها رو با بچه ها با این داستانایی که میگفتم حتما با بچه ها مسائل رو عنوان میکردیم. سعی میکنم که وقت بذاریم با هم دیگه بریم بیرون غذایی بخوریم، با هم بگردیم تو خونه که میایم با هم بشینیم صحبت بکنیم، گاهی اوقات با هم دیگه مووی تماشا بکنیم، نظرات همدیگر رو بشنویم. در این حال که اختلاف نظر وجود داره ولی در نهایت یک بحثای خیلی جالبی پیش میاد که خب اینها خیلی شیرینه، خیلی محیط خانواده رو شیرین تر میکنه و بزرگترین و مهمترین چیزش حفظ احترام هست بین اعضای خانواده. یعنی هرچی هم که با هم صمیمی هستیم، هرچی هم که با هم شوخی میکنیم اینها، ولی اون حد و حدود و مرز احترام بین هم رو حفظ بکنیم که و خدایی نکرده حرف ناجوری به هم نزنیم، صحبتی نکنیم که همدیگر رو آزار بده، اذیت بکنه. خب اینا خیلی میتونه محیط رو خیلی گرمتر، شادتر و صمیمی‌تر بکنه. یکی از مواردی که در مسائل فرزند پروری و تربیت فرزندان خیلی به تضاد افتاده این روزها بحث سنتگرایی و مدرنیت است. در سنت همیشه فکر میکردن که بچه ها باید سخت کوش باشن، اصلا شاید در دوران سنتی قدیم با استانداردهای سنتگرایی خیلی اینی که دوران کودکی وجود داشته باشه، کودک باید بازی کنه، کودک باید شادی کنه، کودک باید دنیای خودش رو داشته باشه، همه باید حواسمون به کودک باشه، خیلی زیاد نبود. بچه ها تا زمانی که اینقدر کوچیک بودن که نیاز به مراقبت داشتن، پدر مادر مراقبت میکردن، بعد هم که بزرگ میشدن خود به خود وارد یه دنیای اجتماعی، کمک کردن تو کارهای خونه، مراقبت کردن از خواهر برادرهای کوچیکتر بودن و بعدش هم خیلی سنین زود ازدواج میکردن و ادامه زندگیشون رو میدادن. این یه سیستم سنتی بود. سیستم مدرن دنیای امروز رو که نگاه میکنیم خیلی متفاوته با اون. به اعتباری میگن دوران امروز دوران فرزند سالاریه، یعنی هرچی بچه میگه درسته و همه چیز باید حول محور بچه بچرخه. به عبارت دیگه تمام تلاش پدر و مادر و خانواده و جامعه و فرهنگ همه بر این هست که بچه آب تو دلش تکون نخوره، آروم بشینه و همه چیز رو در نهایت آسایش داشته باشه. شاید ریشه این دوتا مطلب به این نکته برگرده که در دنیای مدرنیته اساس زندگی و چشیدن طعم زندگی یا احساس زندگی رو کردن بر اساس تلاش بود، کوشش بود، سخت کاری بود و اینکه افراد برای به دست آوردن چیزی که میخوان زحمت بکشن. در دنیای امروز اینطور نیست. همه یاری بکنید که بچه ها آسایش داشته باشن. یعنی دو تا چیز کاملا متفاوت از هم دیگه. اون موقع ملاک سختی بود ولی احساس رضایت. تصور کنید قرار شما برید یه قله کوه رو فتح کنید. شما وقتی میخواید برید قله کوه رو فتح کنید هم میتونید از با هلیکوپتر برید یه جا بشینید سر قله کوه،
یا اینکه میتونید تلاش و سختی که یک کوهنورد به جون میخره، ریسک خطر، از دست دادن زندگیش، عرق کردن، گشنگی، سرما، گرما، همه اینا رو میچشه تا برسه به اون قله کوه. کدومشون باور بر این دارن که قله رو فتح کردن؟ کدومشون احساس میکنن برندن؟ کدومشون احساس میکنن که زنده هستند؟ مسلماً اونی که با سختی این رو به دست میاره. این رو من به خصوص تاکید میکنم در دنیای امروز و در جامعه امروزی که مسائل اقتصادی خیلی مسئله مهمی هست. همه فکر میکنن بچه ها باید آسایش داشته باشن تا بچه های خوشحال و خوشبختی باشن. اصلا اینطور نیست. بچه ها به معنی این نیست که سختگیری بیش از حد داشته باشن، ولی بچه ها باید برای یاد بگیرن، برای به دست آوردن چیزهایی که میخوان تلاش کنن. ما میبینیم این روزها میزان افسردگی بچه ها زیاده، برای اینکه ملاک خوشبختی شده آسایش، شده راحت طلبی، شده اینکه سختی نکشیم، ولی اینطور نباید باشه. بچه ها برای به دست آوردن هر چیزی تلاش بکنن، سختی بکشن در حد معقول، نه در حد نامعقول، تا به احساس رضامندی برسن. این خیلی نکته مهمی است که به نظر میاد پدر و مادرها باید در نظر داشته باشن تا بچه هامون احساس خوشحالی بکنن. احساس خوشحالی در آسایش نیست. فقط 20% افرادی که احساس خوشحالی میکنن افرادی هن که از آسایش لازم بهره مندن. پس تنگی ها، سختی ها لازمه زندگیه و چقدر خوبه که ما اینها رو داشته باشیم و برای بچه هامون هم فراهم